سلام عرض میکنم خدمت همه شما دانش آموزان عزیزم از سراسر ایران پهناور، خصوصا دانش آموزان عزیز استان قزوین. فرصت رو مغتنم میشمارم، اینجا یک خسته نباشید ویژه دارم خدمت همکارای بزرگوارم در سراسر کشور که از اسفند سال قبل، تاکید میکنم اول اسفند سال قبل، بلا فاصله که این بیماری منحوس کرونا شروع شد، با تلاش بسیار زیاد، با همه سختی هایی که داشت، آموزش رو تعطیل نکردن و دانش آموزان عزیز رو همراهی کردن در عرصه آموزش و پرورش. پیشا پیش ایام نوروز رو هم در همین ابتدای کار خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. انشالله که سال بسیار خوبی رو بچه های عزیز پیش رو داشته باشید، در کنار خانواده سلامت و شاداب باشید، مراقب سلامتیتون هم باشید حتما. خب بچه های عزیز دقت داشته باشید که رسیدیم به بحث گرمای ویژه و موضوع تعادل گرمایی. خب دوستان اگر محبت کنن یک مقداری ابعاد صفحه رو تغییر بدن ممنونشون میشم. بسیار عالی. خب بچه های عزیز یه یادآوری بخوایم داشته باشیم، گفتیم گرمای ویژه به این صورت تعریف میشد. ما اومدیم ظرفیت گرمایی رو به شما گفتیم، درسته؟ گفتیم مقدار گرمایی که ما نیاز داریم به یک ماده، به یک جسمی بدیم تا دمای اون رو یک درجه سانتیگراد افزایش بدیم. یادتونه اون رو با سی بزرگ نشون میدادیم. اما اومدیم گفتیم که این سی بزرگ، یعنی اون ظرفیت گرمایی که ازش حرف زدیم، هم به جنس ماده بستگی داشت، هم به جرم ماده بستگی داشت. اگر می‌خواستیم ویژگی یا حالا کمیت جرم رو ازش بگیریم، یعنی مستقل از جرمش کنیم و منحصرا اون رو ارتباط بدیم با جنس ماده، اومدیم عنوان گرمای ویژه یا ظرفیت گرمای ویژه رو براش انتخاب کردیم. پس بچه‌ها دقت داشته باشید که تفاوت هست بین اینها و اومدیم اینطور تعریفش کردیم، گفتیم ظرفیت گرمای ویژه یا گرمای ویژه با سی کوچک نشون داده میشه و برابر هستش با ظرفیت گرمایی تقسیم بر جرم. اون رو به این صورت تعریف کردیم و در قالب این جمله گفتیم که مقدار گرمایی که، یعنی باید ما به واحد جرم از یک جسمی بدیم تا دماش یک درجه سانتیگراد دچار افزایش بشه. بچه‌ها این تعریف برای برعکس این حالت‌ها هم برقرار، یعنی مثلا میتونیم بگیم مقدار گرمایی که ما از یک کیلوگرم جرم یک جسمی بگیریم تا دماش یک درجه سانتیگراد کاهش پیدا کنه. پس بنابراین این تعریف برعکس هم میتونه ارائه بشه. خب پس دقت داشته باشید، از نظر حالا رابطه مهمی هم که اینجا داریم بچه ها توضیح بدم به شما که اگه یادتون باشه ما گفتیم کیو مساوی با سی بزرگ ضرب در دلتا چی بود؟ تی بود یا دلتا تتا بود. اگر ما بیایم اینجا یک طرف این وسط این انجام بدیم، سی بزرگ می شود ام ضرب در سی کوچیک که اینجا تو این رابطه جایگذاری شد و گفتیم که این رابطه دیگه مهمترین رابطه هستش توی این فصل، کیو مساوی ام سی دلتا تی، که بیانگر این امر هست. بچه خوب دقت داشته باشید که گرمایی که ما میخوایم بدیم به یک جسم، یعنی اون انرژی که منتقل میشه بین دوتا جسم، بچه ها با جرم جسم متناسبه. یه جورایی میتونیم بگیم به تعداد ذرات جسم هم بستگی داره، یعنی در واقع میتونیم در عالم دیگه مثلا مثل شیمی اون رو ربطش بدیم به تعداد مول اون جسم. دقت داشته باشید. پس علل اصول این رو ملاکی قرار میدیم برای مقدار ماده، حالا چه میخواد به صورت جرم باشه چه میخواد به صورت تعداد مول اون ماده باشه. سی که منحصراً به جنس ماده بستگی داره، یعنی به عبارتی هر ماده‌ای ظرفیت گرمایی ویژه منحصر خودش رو داره، اینو دقت داشته باشید. ظرفیت گرمایی ویژه آلومینیوم با سرب متفاوته، ظرفیت گرمایی ویژه آب با الکل متفاوته، هر ماده گرمای ویژه منحصر به خودش رو داره. و دلتا تی که تغییرات دما رو داره اینجا نشون میده و به ما این رو میگه که اگر ما گرما بدیم تغییرات دما داریم، یعنی افزایش دما داریم. خب از نظر دیمانسیونی هم بخوایم این رابطه رو بررسی کنیم، خب کیو مساوی با ام سی دلتا تتا هست یا دلتا تی هستش. اگر ما یک معادله ای رو فرض کنیم بر اساس سی بیایم حلش کنیم، خب سی میشه چی؟ میشه کیو تقسیم بر ام ضرب در دلتا تی، که گفتیم کیو بر حسب ژول هست، از جنس انرژی،
جرم بر حسب کیلوگرم هستش، دلتا تی هم حالا هم بر حسب کلوین میتونه باشه هم بر حسب سانتیگراد که قبلا بهتون گفتیم اینها هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. تغییرات دما چه بر اساس کلوین چه بر اساس سانتیگراد هیچ فرقی با هم دیگه نداره. پس اینو هم در ذهنتون داشته باشید بچه‌ها. فقط دقت کنید که میگیم گرمای ویژه یک جسم به جنس ماده تشکیل دهندش بستگی داره و یک نکته بسیار مهم هم در خود کتاب اومده، به دما هم بستگی داره. یعنی این که بچه‌ها اگر ما حرف از ظرفیت گرمای ویژه یک جسم میزنیم، دقت داشته باشید، هم به جنس ماده وابسته است هم به دما وابسته است. یعنی به عبارتی با تغییرات دما این هم دچار چی میشه؟ تغییر میشه. خب در صفحه 98 کتابتون بچه‌ها یک جدولی اومده، گرمای ویژه مواد رو اومده ارائه داده. دقت داشته باشید، عناصر جامد، جامدهای دیگر و مایعات. خب بچه دقت داشته باشید، مثلا سرب 128 واحدش هم جول بر کیلوگرم درجه کلوین هست که اونجا گفتیم، یا مثلا آلومینیوم 900 جول بر کیلوگرم درجه کلوین هست، یا مثلا بتن 800 جول بر کیلوگرم درجه کلوین هست. بچه ها در میون این مواد آب ظرفیت گرمای ویژه بسیار بالایی داره. یادتونو گفتیم آب منحصر به فرد توی مواد، توی این موضوع یعنی ظرفیت گرمای ویژه. بچه‌ها 4187 یا حدود 4200 هستش، مقدار بسیار بالایی داره. همین خصلت آب باعث میشه که ما مقدار زیادی گرما به آب بدیم اما دمای اون یه مقدار کمی افزایش پیدا بکنه، و بالعکس مقدار زیادی گرما ازش بگیریم و دمای اون مقدار کمی کاهش پیدا بکنه. و همین باعث میشد که ما بیایم از آب به عنوان حالا یک ماده مناسب توی سیستم های خنک کننده یا گرمایشی استفاده کنیم. خب پس به این جدول بچه ها بسیار دقت داشته باشید. نکته بسیار مهمی که در اینجا هست بچه ها، تمام مواد غیر از یخ در دمای 20 درجه لحاظ شدن، یعنی ظرفیت گرمای ویژه شون در دمای 20 درجه هستش. و این خودش تلویحا داره این رو به ما میگه که ظرفیت گرمای ویژه بچه ها به چی بستگی داره؟ علاوه بر جنس به دما هم بستگی داره. پس دقت لازم داشته باشید اینجا. خب بچه ها یک سوال در صفحه 98 کتابتون گفته مقدار 2 لیتر آب با دمای 20 درجه سانتیگراد در اختیار داریم، چقدر گرما لازم است تا دمای این آب را به نقطه جوش آن یعنی تو دمای 100 درجه سانتیگراد برسونیم. بچه ها تغییرات دما چقدره؟ از 20 میخواد برسه به 100، یعنی 100 منهای 20 یعنی 80 درجه سانتیگراد تغییر دما مونه. درسته؟ خب رابطه که داریم چیه؟ Q مساوی با MC دلتا T. همه اینها رو زیربند آب براشون می‌نویسیم چون اینجا ماده مورد نظرمون در واقع آب هستش. خب بچه‌ها جرم آب اینجا باید لحاظ بشه اما حجم اون رو داده. شما میدونید که چگالی آب 1 کیلوگرم بر لیتر هست، یعنی هر لیتر 1 کیلوگرمه، پس 2 لیتر 2 کیلوگرمه. پس بنابراین من جرم آب رو 2 کیلوگرم جایگذاری کردم، ظرفیت گرمای ویژه آب رو 4187 جایگذاری کردیم. بچه خودمونیم، میتونید حالا 4200 هم جایگذاری کنید، هیچ ایرادی نداره. دقت داشته باشید که انتهای سوال همیشه این مقدار رو به شما اعلام میکنه. تغییرات دما هم که 100 منهای 20 هست یعنی 80، همه رو در هم دیگه ضرب کنیم به عدد 6.7 ضرب در 10 به توان 5 جول میرسیم. بچه نسبتاً عدد زیادیه، یعنی به عبارتی شما وقتی میخوای آب رو 80 درجه سانتیگراد گرم ترش کنید، به بیان خودمون یعنی دماش رو افزایش بدید، این مقدار زیاد گرما رو باید بهش بدیم. و همین حکایت از ظرفیت گرمای ویژه بالای آب داره. خب اما بریم سراغ این موضوع، گرمای ویژه مولی. بچه های منحصرا برای بچه های ریاضی هستش، دقت داشته باشید، به خاطر اینکه پیش زمینه فکری بشه برای ورود به فصل بعد اون یعنی ترمودینامیک. من متن رو میخونم، گفته به ظرفیت گرمایی به ازای هر مول، دقت کنید، گرمای ویژه مولی یا ظرفیت گرمایی در واقع مولی گفته میشه. بچه‌ها تو شیمی همین خیلی کاربرد داره، حواسا اینجا باشه. یه نکته اینجا آوردیم، در مقایسه گرمای ویژه مولی مواد بلورین در حجم ثابت، بچه عنوان حجم ثابت رو الان توضیح میدم، در میابیم در بیشتر فلزها مقدار آن تقریبا برابر 25 جول بر مول کلوین میباشد. بچه دقت کنید، توی واحد دیگهش کیلوگرم بود اما اینجا مول هستش. چرا؟ چون ظرفیت گرمای ویژه مولی هستش این. خب حالا چرا اینجا گفته حجم ثابت؟ به خاطر اینکه
اگر ما در واقع به صورت تخصصی بخوایم به مواد نگاه بکنیم، مواد غیر فلز، حالا بلورهای غیر فلز این ویژگی رو دارن که ظرفیت گرمای ویژه مولی اونها بچه ها در فشار ثابت رفتار خوبی نداره، خوش رفتار نیست، تغییر میکنه. اما در حجم ثابت، یعنی اگر ما حجم رو ثابت فرض بکنیم براشون، این رفتار یک رفتار منظمی هستش و در واقع با تغییرات دما دچار تغییر نخواهد شد. به همین خاطر داره میگه که در حجم ثابت ما داریم این ظرفیت گرمای ویژه مولی رو چیکار میکنیم؟ اندازه گیری میکنیم و اون رو اعلام میکنیم. پس دقت داشته باشید، در فشار ثابت این با تغییر دما دچار تغییر میشه و اون نظمی که ما انتظار داریم رو نخواهد داشت. خب این شد یک پیش زمینه فکری که شما رو حالا در واقع هدایت میکنه به سمت مفاهیم فصل بعدی که ما اونجا با ظرفیت گرمایی مولی بچه ها سر و کار داریم، هم در حجم ثابت هم در فشار ثابت. البته اونجا موضوع مورد مطالعه همون گازها هستش که حالا مفصل بهش میپردازیم. خب در صفحه 99 کتاب بچه ها یک مثال، یک پرسش کاربردی هستش، دقت داشته باشید. گفته چند گوی فلزی از جنس‌های مختلف، مثلا آلومینیوم، فولاد، برنج، مس، سرب و چیزهای دیگر رو در اختیار داریم. همگی هم جرم یکسانی دارن، مثلا همشون 1 کیلوگرم هستن. گفته که گوی‌ها رو توسط ریسمان‌های داخل ظرف آبی قرار میدیم که آب آن در حال جوشیدنه، یعنی این اطمینان رو داریم که دمای همشون هم یکیه، مثلا 100 درجه سانتیگراد. چی گفته؟ گفته و پس از مدتی گوی ها را بیرون می آوریم. چرا پس از مدتی؟ به خاطر اینکه به تعادل برسانیم، یعنی دمای گوی ها هم بشه 100 درجه. خب حالا چه اتفاقی می افته؟ گفته که گوی ها را بیرون میاریم، اونها رو روی یک ورقه پارافین قرار میدیم. بچه ها پارافین چه خصلتی داره؟ یه مقدار گرما ببینه چی میشه؟ ذوب میشه. گفته به نظر شما کدام گوی پارافین بیشتری را ذوب می‌کند و علت آن چیست؟ این آزمایش را نخستین بار فیزیکدان ایرلندی جان تیندال حالا توی این برهه زمانی طراحی و اجرا کرده. بچه‌ها می‌خوام در واقع تجربه خودتون رو به من بگید. به نظر شما کدام یکی از این گوی‌ها بیشتر پارافین رو ذوب می‌کنه و بیشتر فرو میره درون پارافین؟ خود فکر کنید. من الان دارم در واقع این استنباط رو میکنم، پیش خودتون دارید میگید که اون گویی که گرمای بیشتری رو درون خودش نگه داشته طور. یعنی به عبارتی حالا باید از روی جدول نگاه کنیم. نه این همجوری ذهنی الان حالا جدول رو ببینیم. خب دقیق دیگه میگه. بله ببینید بچه ها، میخوام این رو بهتون بگم. یادتونه در مورد آب ما این حرف رو زدیم، گفتیم مقدار زیادی گرما میگیره تا دماش مقدار معینی بره بالا، یادتونه؟ پس الان اینجا اون گویی یا اون جسمی بیشتر در اون پارافین فرو میره که مقدار زیادی گرما گرفته تا دماش به 100 درجه برسه. پس بنابراین باید ظرفیت گرمایی ویژه بالایی داشته باشه اون جسم، درسته؟ حالا بریم جدول رو نگاه کنیم. بچه ها میونه این مواد شما دقت کنید که آلومینیوم حالا نسبت به مس، نسبت به سرب ظرفیت گرمایی ویژه بسیار بالاتری داره. این 900، اما مثلا سرب 128 یا مثلا نقره 236 یا مس 386. پس انتظار چی داریم؟ انتظار داریم که آلومینیوم بله بیشتر از بقیه فرو بره درون اون قطعه پارافینی. یک شکل بسیار جالبی اینجا هستش بچه ها، دقت داشته باشید که اولا این کج‌فهمی برای شما بچه ها ایجاد نشه که ما گفته بودیم جرم اینها یکیه، پس چرا آلومینیوم بزرگتره؟ بچه ها ویژگی چگالیش رو باید نگاه بکنید. این چگالی ها متفاوته که در واقع به ما نشون میده که جرم های یکسان ممکنه حجم های متفاوتی داشته باشه. این یه نکته. نکته بعدی اینه که بچه ها دارید میبینید که آلومینیوم بیشتر از همه فرو رفته در اون پارافین. به خاطر چی بود؟ به خاطر همون ظرفیت گرمایی ویژه بالاتری بود که آلومینیوم نسبت به مواد دیگه حالا از جمله آهن، مس و سرب داشت. پس خوب دقت داشته باشید از این نمابرگ. حتما یه عکس بچه‌ها بگیرید تو ذهنتون داشته باشید، برای خودتون دو مرتبه این رو مرور کنید. تصویر بسیار خوبی هستش برای فهم اون سوال. خب اما بریم سراغ
صفحه 125 کتاب تمرینات آخر فصل. بچه اینها رو من فقط یه راهنمایی کوچیک به شما میکنم، خودتون باید دیگه انجام بدید، دیگه به این سواد رسیدید که خیلی از محاسبات رو خودتون باید انجام بدید با اتکای بر توانایی‌های خودتون. گفته برای گرم کردن 200 گرم آب جهت تهیه چای از یک گرمکن الکتریکی قوطه ور در آب استفاده میکنیم. بچه دقت داشته باشه، این گرمکن یا این المنت قوطه ور در اون آب قرار داده میشه، مثل قاشقی که شما میذارید توی آب، این المنت هم ما همونجوری خیلی راحت میذاریمش توی آب. خب گفته روی برچسب گرم کن نوشته شده 200 وات با نادیده گرفتن اطلاف گرما، یعنی با فرض اینکه همه گرمای این گرم کن برسه به آب، به هوای محیط داده نشه یا به اون لیوان داده نشه. گفته زمان لازم برای رساندن دمای آب از 30 درجه به 100 درجه رو محاسبه کنید. من این راهنمایی بهتون دارم، خودتون دیگه بقیه محاسباتش انجام بدید. بچه ها اول بیاید مقدار گرمایی که نیاز هست، دقت کنید، مقدار گرمایی که نیاز هست تا این بلا رو سر آب بیارید حساب کنید. یعنی میخواید 200 گرم آب رو، یعنی 0.2 کیلوگرم رو، دقت کنید، تبدیل باید حتما انجام بشه. با ظرفیت گرمایی حالا 4200 تقریبا میخواید 70 درجه دماش رو ببرید بالا، یعنی از 30 درجه برسونید به 100 درجه، دقت کنید. پس مقدار گرمایی اون کیو رو به دست میارید. اما این گرم کن بچه ها 200 واته، یعنی 200 جول در هر ثانیه، 400 جول در دو ثانیه. پس این ملاک تو ذهنتون هست، یه تناسب راحته. میاد میگید که اون مقدار گرمایی که نیاز هست رو تو چه مدتی به ما میده و ما در واقع اون رو به آب فقط کافیه اون رو تقسیم برای 60 کنید. پس این راهنمایی بود که خودتون حتما بچه ها باید انجام بدید. تنبلی نداریم ها، حتما این سوال رو میگیرید حل میکنید. سوال دیگه در همین صفحه هستش، گفته دمای یک قطعه فلز 0.6 کیلوگرمه، اینجا دیگه خودش تبدیل باید رو انجام داده، توسط یک گرمکن 50 واتی در مدت 110 ثانیه. آها، اینجا دیگه بچه ها زمان رو داده، یعنی ما میتونیم از ضرب کردن توان در زمان انرژی رو بکشیم بیرون. پس خوب دقت کنید، گفته که از 18 درجه به 38 درجه میرسونیم، یعنی 20 درجه افزایش دما. گفته که این آزمایش برای گرمای ویژه فلز چه مقداری رو به دست میده. یعنی بچه ها الان مشغول شما چیه؟ شما گرما رو دارید، جرم رو هم دارید، تغییرات دما رو هم دارید، اون سی رو ندارید دیگه، اون ظرفیت گرمای ویژه رو ندارید. خب اون رو بیایید پیدا کنید، محاسبهش رو انجام بدید، بعد برید توی اون جدول ببینید که در واقع اون سی که شما به دست آوردید همخونی داره با کدام یکی از اون مواد یا کدام یکی از اون فلزها. یه سوال جالبم گفته اینجا، گفته حدس میزنید که این پاسخ از مقدار واقعی گرمای ویژه فلز بیشتر باشه یا کمتر؟ توضیح بدید. بچه ها پیش خودتون مرور کنید، شما همه این محاسبات رو با فرض این دارید انجام میدید که اتلاف گرما نداشته باشید. حالا اگر به صورت واقعی اتلاف گرما داشته باشید و این آزمایش رو انجام بدیم، اون عددی که به دست میاریم آیا کمتره یا بیشتره از اون مقدار واقعی جدول؟ پس این دقت رو داشته باشید بچه ها. خب اما بریم سراغ دمای تعادل، صفحه 100 کتابتون هست. بچه ها ما حرف از تعادل گرمایی زدیم، گفتیم دو جسم با دماهای متفاوت وقتی در مجاورت کامل با همدیگه قرار میگیرن، گرما از جسم گرم به جسم سرد منتقل میشه، یادتونه؟ خب الان اینجا هم همون کار رو باز انجام دادیم، اومدیم جسم گرم رو در مجاورت جسم سرد قرار دادیم، تعادل گرمایی اتفاق افتاده و اینا همدما شدن. خب پس الان مجهولمون اینجا چیه؟ یعنی سوالمون اینجا چیه؟ اینجا سوالمون اینه که دمای تعادل چقدره؟ یه مثال خیلی ساده بچه ها براتون بزنم. شیرهای آب رو دقت کنید، یه ورود در واقع خروجی گرم داره، یه خروجی سرد داره. شما با تنظیم کردن مقدار خروجی های این شیرها، اون مقدار آبی که حالا از شیر خارج میشه رو دماش رو تنظیم میکنه. درسته مثلا میخواید سرد باشه، میخواید ولرم باشه، میخواید داغ باشه. یعنی یه جورایی شما دارید یه آزمایشی انجام میدید برای بحث دمای تعادل. قبول دارید هرچی اون مقدار آبی که دماش گرم هست، دماش زیاد هست، یعنی اون مقدار آب گرم بیشتر باشه از مقدار آب سرد، اون خروجی هم دماش بالاتره؟
یا بالعکس. پس بنابراین این ذهنیت تو در واقع فکرتون و ذهنتون ایجاد شده دیگه طبیعتاً. با همین ذهنیت ما میخوایم بریم سراغ ادامه کار. الان اینجا بچه‌ها دقت کنید که یکی از این جسم‌ها، یعنی داریم یه قراردادی رو می‌بندیم، یکی از این جسم‌ها داره گرما در واقع از دست میده و ما کیو رو برای اون منفی در نظر میگیریم و یکی از جسم‌ها داره گرما رو میگیره، پس بنابراین ما کیو رو برای اون مثبت در نظر میگیریم. دقت داشته باشید، این قرارداد رو داشته باشید توی ذهنتون که علامت کیو به چه صورت هستش. خب بچه دقت داشته باشید، صفحه 100 هنوز هستیم، اما میخوایم حالا توی شکل قبلی ما دو تا جسم داشتیم، اینجا میخوام سه تا جسم رو داشته باشیم. دقت کنید، مثلا ما سه تا جسم 1، 2، 3 رو در تماس کامل با هم دیگه قرار میدیم و انتظار داریم محاسبه کنیم دمای تعادلش چقدر هستش. پس بنابراین با این جمله بچه ها شروع میکنیم و این جلسه رو به اسما میرسونیم. بچه ها یه جمله ای من نوشتم، Q1 به علاوه Q2 به علاوه Q3 مساوی 0. شما قاعده پایستگی انرژی رو میدونید، یعنی انرژی هرچی هست درون همین سیستمه. اگر یکی گرما گرفته و یکی گرما داده، این مجموعه همه این گرماها چه مثبت چه منفی صفره، درسته؟ پس این رو خواهشن در ذهنتون بچه های عزیز داشته باشید، بدید یه استراحت کوچیک کنید، منتظر باشید، ما میام انشاءالله انرژیتون هم کم نشه. من کلاس رو به شما واگذار می‌کنم. خیلی خوب بود، متشکرم. ممنون. تقریبا یه 30 ثانیه یه دقیقه به ما این فرصت رو دادید که ما زودتر به استقبال زنگی تبدیلیم. اصلا از قدیم الایام آقای سیری معلم‌ها خیلی دلچسته و شیرین تردن چون بچه ها خیلی خوشحال کردن. متشکرم بچه، خیلی عالی. یه زنگ تفریح خیلی کوتاه داریم سر ظهر، یه میان وعده کوتاه میل بکنید برگردید، میخوایم با همدیگه فیزیک بخونیم. اما قبل از اون این نکته رو خدمتتون عرض کنم و تاکید میکنم، ما شنبه ها، دو شنبه ها و چهار شنبه ها زنگ نهم و دهممون در مدرسه تلویزیون ایران شبکه محترم چهار سیما فیزیک با هم دیگه میخونیم. و خواهشی که دارم بچهای رشته علوم تجربی، بچه برنامه ما این ساعت دقیق کار میکنه، این روزها رو میتونید مهمان ما باشید در شبکه محترم چهار و قدم روی چشمهای ما بذارید، هم کلاس‌های فیزیک ما رو استفاده کنید، هم کلاس‌های فیزیک شبکه آموزش رو. الانم بریم برگردیم، منتظرتون هستم. توسعه فرایند تحول بنیادین باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یک جامعه است تا بتونه متناسب بشه با ظرفیت‌های جدید اون جامعه. توسعه پایدار از بستر نیروی انسانی می‌گذره و پیش شرط اون توسعه انسانی و تربیت انسانه. اساس توسعه دانش و داناییه. اینجاست که آموزش و پرورش اهمیتی بسیار زیاد پیدا می‌کنه. آموزش و پرورش دروازه عبور و مسیر رفتن به سمت توسعه پایداره. شماره 1 نامی بود، شماره 3 من بودم در کنکور. 70 ساله بودم که بالاخره اولین نمایشگاه من در گالری آرتا شروع شد. جمعیت عجیب و غریبی اومد توی نمایشگاه که گالری دارا گفتن 30 سال سابقه این مرکز چنین جمعیتی در هیچ افتتاحی دیده نشده بود. و خب این برای من خیلی لذت بخش. خیلی ها هی می اومدن به من میگفتن که ما نمیتونستیم از کنار تابلوهاتو بیرون بریم، دنبال معناش میگشتیم، بازم معنیش هنوز کامل نمیشد. مجموعه مستند حکایت دل، موسیقی.
خیلی خیلی خوش اومدید به زنگ آخر دوشنبه قرن. یعنی اصلا بچه ها چه زنگیه نگم براتون. ما این هفته مهمون بچه های استان قزوینیم، یکی دوتا از سر ظهر از غذاهای محلیشون بگم. بچه ها یه غذای آش دوغ دارن که حالا آش دوغ خیلی از استان ها دارن، ولی مال اینا ویژه و خاصه. بعد یه غذای جالب دیگه دارن، کوکوی شیرین، مثل همون کوکویی که مثلا مامانای ما درست میکنن، ولی فکر کنید هل و گلاب و شکر و یعنی اصلا چی میشه دیگه، حلوای کوکو نیست دیگه. بعد یه غذای دیگه هم دارن که اصلا شهرت جهانی داره، یعنی مثلا شما برید کالیفرنیا، برید اروپا، برید چین، مثلا بگید قیمنسار، میگن که ور آر یو فرام، قزوین، یعنی میفهمن که شما قزوینی هستید، اینقدر که این غذا خاص و متفاوته. سر ظهر بود دلم نیومد از غذاهای استان قزوین نگم، اما بریم کلاس فیزیک رو ادامه بدیم. سلام دوباره، خدا قوت. من هم سلام دارم خدمت شما. با این توصیفاتی که شما کفی کنم دانش آموزامون دیگه رفتن نهار بخورن. بچه ها بیایید، حالا یه نیم ساعت دیگه ما در خدمتتون هستیم. خب توی این نمابرگ بودیم دیگه، خب داشتیم این مثال سه جسمی رو بررسی میکنیم، یعنی مثلا تعادل گرمایی سه تا جسم. خب و این تو ذهنمون هست که حالا بعضی از اینا دارن گرما میگیرن، یعنی کیوشون منفیه، برخی از اینا دارن گرما، ببخشید، گرما میگیرن کیوشون مثبته، و برخیشون دارن گرما از دست میدن یعنی کیوشون منفیه. خب مثلا یه مثال عددی بزنم یه خورده بهتر متوجه بشیم. مثلا بچه‌ها این جسم خیلی داغه، خب این جسم خیلی سرده، اینم مثلا ولرم بوده. من همه اینا رو اومدم در مجاورت همدیگه قرار دادم. بچه ها مثال میزنیم، گرمای این به عنوان مثال میگیم 100 جول گرما از دست داده، پس منفی 100. خب تو ذهنتون باشه منفی 100. این یکی گرما گرفته، پس مثلا به فرض میشه مثبت، عرضم به حضور شما 70، اینم مثبت 30. حالا این عددا رو بیاید با هم دیگه جمع جبری کنیم، میگیم منفی 100 و مثبت 70 و مثبت 30، بازم با هم دیگه همشون شدن 0. پس ببینید برای سه جسم هم من میتونم این مثال رو چیکار کنم، داشته باشم و این نوشتار رو بنویسم. دقت داشته باشید، اون مثال تو ذهنتون باشه. خب اما حالت کلی ملاکمون هم همین قانون پایستگی انرژی هست، یعنی هرچی رد و بدل انرژی داره رخ میده میونه همین جسمایی هست که تعادل گرمایی داره بینشون اتفاق میفته. پس بچه ها میگیم Q1، Q2، Q3 الی آخر، هر تعداد Q که داریم، هر تعداد جسمی که داریم، برخیشون مثبت هم برخیشون منفی هم، همه اینا با هم دیگه میشه چقدر؟ میشه 0. و اینهایی که داریم میگیم بچه ها بازم تاکید میکنیم بر اساس قانون پایستگی انرژی هستش. حالا بچه ها ما رابطه کیو رو بلدیم، MC دلتا تتا یا MC دلتا تی، قبوله؟ بیایم اینها رو باز کنیم، یعنی بگیم کیو یک میشود، چون برای جسم یکه، میشه M1C1. خب بچه ها دلتا تتاشو من چی بنویسم؟ مگه دلتا تتا نمیشه تتای ثانوی منهای اولیه؟ یعنی مثلا تتا دو منهای تتا یک. ها بچه اون تتای ثانویه رو من میگم همون دمای تعادلی هستش که جسممون بهش رسیده. ها پس بنابراین ما دلتا تتا رو برای مینویسیم تتای منهای تتا یکش، یعنی تتای اولیش. بریم سراغ جسم دو، میگیم M2C2، بازم تتا منهای تتای دو. بچه دیگه این تتا یک، تتا دو، تتا سه، تتا چار الی آخر دماهای اولیه اجساممون هستن. تتا چیه؟ دمای تعادلی هست که همه اینها در نهایت به اون رسیدن. پس میونه همشون مشترکه دیگه، دمای تعادل برای همه است. و همین جمله ها رو ادامه بدیم، در نهایت بعد اون مساوی چی قرار بدیم؟ صفر قرار بدیم. جالب اینجاست که همین رابطه بچه‌ها هر تعداد جسمی که شما داشته باشید، حالا قاعدتاً بیشتر مسائل دو جسمیه، حالا می‌خواد سه تا جسم داشته باشه، همین معادله‌ای هست که شما رو کمک می‌کنه تا دمای تعادل رو حساب کنید. یعنی بچه‌ها فرض کنید میگه که
مقداری آب با دمای اولیه فلان قدر، با مقداری آلومینیوم با دمای اولیه فلان قدر با هم دیگه در تماس قرار میدیم. مثلا آلومینیوم رو میندازیم توی آب، دمای تعادل چقدره؟ بچه‌ها جرماشون رو داری، ظرفیت گرمایی‌هاشون رو داری، دمای اولیه‌هاشون هم داری، درسته؟ اون دمای تعادل رو ندارید، اون تتای مشترک میشه مشغول شما و خیلی راحت با سواد ریاضیتون میتونید اون تتای مشغول رو که همون دمای تعادل هست رو حساب کنید. خوب دقت کنید. خب بیایم مثال همینجا بحث داغه حلش کنیم. گفته که در صفحه 100 گفته شخصی 0.3 کیلوگرم آب 70 درجه سانتیگراد را در یک لیوان آلومینیومی 0.12 کیلوگرمی، بچه خودش اومده SI شده شون رو به همون داده، میتونست بگه 120 گرم، 120 گرم رو شما باید مینوشتید 120 هزارم یا 0.12 کیلوگرم. پس خوب دقت کنید، تعادل بین آب و آلومینیوم اینجا گفته که دمای آن 20 درجه سانتیگراد هست، میریزیم. بچه ها دمای اولیه آب 70 یعنی آب گرم، دمای اولیه اون لیوان 20 درجه سانتیگراد یعنی سرده. وقتی اینها رو بریزیم و در تماس کامل با همدیگه باشن، انتظار داریم که آب دماش مقدار بیاد پایین، آلومینیوم دماش مقدار بیاد بالا، اون دمای تعادل یه عددی ما بین 20 و 70 خواهد بود. این ملاک سازی ها خیلی خوبه بچه ها، مسیر حل رو به شما نشون میده. یعنی شما انتظار دارید عددی که به دست میاره یه چیزی مابین 20 و 70 باشه. گفته دمای نهایی پس از آنکه آب و لیوان به تعادل گرمایی برسن چقدره؟ فرض کنید هیچ گرمایی با محیط مبادله نشه. بچه ها یه سوال دیگه ازتون دارم، خوب دقت کنید. به نظر شما اون دمای تعادل بیشتر نزدیک به 20ه یا نزدیک به 70ه؟ انتظارتون چیه؟ خب توی ذهنمون میگیم که اون ماده اینجا بیشتر حاکمه یا دمای تعادل بیشتر به اون نزدیکه که هم مقدارش بیشتر باشه به عبارتی، هم ظرفیت گرمای ویژه‌اش بیشتر باشه. بچه‌ها مقدار آب بیشتر از آلومینیومه، دقت کنید 30 صدم 12 صدم، ظرفیت گرمایی آب هم 4200 بود، آلومینیوم 900، پس آب ظرفیت گرمایی ویژه‌اش هم بیشتره. چه انتظاری پس داریم؟ انتظار داریم دمای تعادل بچه بیشتر نزدیک 70 باشه تا نزدیک به 20، مثلا 50 خورده‌ای باشه یا مثلا 60 خورده‌ای باشه. بیایم حساب کنیم، زیاد معطل نکنیم. میگیم که کیوی آب به علاوه کیوی آلومینیوم مساوی 0، همون معادله‌ای که داشتیم، دو جسمی هم هستش. خب بازش میکنیم، ام آب سی آب ضرب در دلتا تتا هاشون، دقت کنید که تتا دمای تعادل هستش، به علاوه ام آلومینیوم سی آلومینیوم ضرب در دلتا تتاشون. عددها رو که جایگذاری کنیم میگیم 0.3 کیلوگرم ضرب در 4180. حالا میتونه 4200 هم بذارید، هیچ ایرادی نداره. بچه تغییرات دما تتای منهای 70 به علاوه، حالا بریم سراغ آلومینیوم، 0.12 ضرب در 9 ضرب در 10 به تعادل، همون 900 خودمونه دیگه، ضرب در تتای منهای 20 باز مساوی 0. یه معادله میخوایم حل کنیم برای به دست آوردن تتا یعنی دمای تعادل. بچه تتا شد چقدر؟ 66 درجه سانتیگراد. یادتونو گفتیم بیشتر نزدیک 70 هست؟ یعنی اینجا بچه ها این ذهنیت برای شما ایجاد شد که توی مسائل همیشه حدس بزنید که دمای تعادل بیشتر نزدیک به کدوم یکی از اعداد هستش، اونی که هم جرمش بیشتره و به عبارتی ظرفیت گرمایی ویژه‌اش هم چیه؟ بیشتره. خیالتون رو راحت کنم، اونی که MC‌ش بیشتره بچه ها، دمای تعادل بیشتر نزدیک به اونی هست، تو سوالات چهارگزینی خیلی میتونه کمکتون کنه که MC‌ش بیشتر خواهد بود. خب صفحه 101 یه تمرین داریم، گفته جسمی به جرم 250 هزارم کیلوگرم، خوب SI‌ش رو داده، گفته در دمای 3 درجه درون ظرف عایقی حاوی حالا نیم کیلوگرم دیگه آب 25 درجه سانتیگراد میاندازیم، پس از چند دقیقه دمای تعادل رو اندازه‌گیری می‌کنیم. یعنی یه فرصتی بهش دادیم تعادل گرمایی رخ بده. گفته دمای تعادل شده 21، دقت کنید بچه، اینجا هم باز میبینید که دمای تعادل چیه؟ اون 25 دمای آبه، به خاطر همون خصلت های آبه ها.
گفته گرمای ویژه جسم رو محاسبه کنید، از تبادل گرما بین ظرف و سایر اجسام چشم‌پوشی کنید، یعنی هر چی انتقال داره رخ میده بین همین آب و جسم هستش، اطلاف هم در کار نیست. بچه ها میایی میگیم که کیوی جسم به علاوه کیوی آب مساوی صفر. ننوشتم چیه چون نمیدونیم چی هست واقعا، نوشتیم جسم. بازش میکنیم، یعنی همون MC دلتا تتا ها رو مینویسیم. میگیم جسممون 25 صدم ضرب در 30 نامعلومش ضرب در تغییرات دماش. بچه ها دمای تعادل منهای چی؟ منهای دمای اولیش، یعنی 21 منهای 3 به علاوه. حالا بریم برای آب بنویسیم. میگیم نیمه ضرب در 4200. دیگه اینجا خودمون حل کردیم نوشتیم 4200، خیالتون راحت بشه. بچه‌ها خیلیاتون اشتباهی میایید مینویسید 25 منهای 21. یعنی این ذهنیت براتون هست که مثلا میگید که بزرگی رو منهای کوچیک کنم. نه، همیشه باید دمای تعادل رو منهای دمای اولیه کنید. میخواد منفی بشه چه ایرادی داره؟ میگیم 21 منهای 25 پرانتز رو میبندیم مساوی صفر قرار میدیم. بچه‌ها همه مشخصن الا چی؟ الا اون سی جسممون. میایم میگیم که 4.5 سی، یعنی از حل این معادله 4.5 سی مساویه با 8400. اگه گفتین 8400 از کجا اومده بچه‌ها؟ از اینجا اومد. 25 من 21 منهای 25 میشه منفی 4. منفی 4 ضرب در نیم میشه منفی 2. منفی 2 ضرب در 4200 میشه منفی 8400. بردمش اونور مثبت شد، پس دارید میبینید یعنی معادله ما شد 4.5 سی مساویه با 8400. خب سی میشه چی دیگه، همه بلدن، میشه 8400 تقسیم بر 4.5، یعنی 1867 جول بر کیلوگرم درجه سانتیگراد یا کیلوگرم درجه کلوین. بچه‌ها دقت داشته باشید، ما دو مدل سوال حل کردیم. خودتون پس بنابراین خیلی سوالات متنوع‌تری رو میتونید حل کنید. ما دیگه فرصت زیاد نداریم که بیایم خیلی سوال اینجا برای شما حل بکنیم. پس این دیگه روی دوش خودتون هست که سوالات متنوعی که حالا دبیر عزیزتون در اختیارتون میگذاره یا خودتون از کتاب‌های مختلفی که دارید حتما اونها رو بچه ها حل کنید تا دستتون پر بشه. چاره‌ای ندارید، بخواید این سوال‌ها رو بفهمید و سرعت عملتون رو ببرید بالا، باید زحمت بکشید، باید زیاد سوال حل کنید تا در واقع سوادتون هم بره بالا، اینا تو ذهنتون بمونه. انشالله برای 2 سال بعد که میخواید کنکور بدید دیگه نیاز به این نداشته باشید 2 مرتبه از بی بسم الله بیاد شروع بکنید. فقط سعی کنید سوال زیاد حل کنید از این موضوع، اونم سوالای متنوع. خب اما در صفحه 101 کتاب هستیم، بچه دقت داشته باشید. میگیم رابطه دیگر برای دمای تعادل. شاید خیلی از دبیرای شما هم این رابطه که ما داریم به شما میگیم هم زحمت بکشن بگن، پس بنابراین ما هم اینجا به شما نشون میدیم این رابطه رو که خیلی اوقات این هم کمکمون هست برای پیدا کردن دمای تعادل. بچه‌ها دو جسمش رو مثال میزنیم، میگیم که کیو 1 برای مساوی کیو 2 صفر نیستش. بازش کنیم، مگه این رابطه رو نمیتونیم مساوی صفر قرار بدیم؟ مگه قرار نبود تتای تعادل رو به دست بیاریم؟ پس بنابراین میایم یه کاری میکنیم. دقت داشته باشید بچه ها، اگه من این MCA رو در تتاها ضرب کنم، خب قبول دارید که دو تا جمله هستن که درونشون تتا داره، یعنی MC 1 تتا و MC 2 تتا. خب چون جفتشون تتا دارن من از تتا فاکتور گرفتم، تو پرانتز نوشتم M1C1 به علاوه M2C2. خب حالا دو تا جمله هم هستن که منفی هن، یعنی منفی MC 1 تتا 1 و منفی M2C 2 تتا 2. خب منفی هن، با هم دیگه میبریمشون اون ورده تساوی، مثبت میشن اینا. بچه‌ها ما تتا رو نمی‌خوایم حساب کنیم؟ بله، میایم میگیم تتا مساویه با M1C1 تتا 1 به علاوه M2C2 تتا 2. به روی چی؟ به روی همینا، فقط دیگه تتا ندارن. M1C1 به علاوه M2C2. همین الان از این رابطه یه عکس بگیرید بچه‌ها. حتما تو کتابتون این رو بنویسید. میگید که اگه 3 تا جسم داشتیم چی؟ خب ایراد نداره، ادامه بدید. M2C2 تتا 2 پایین هم بنویسید M2C2. پس دقت کنید این رابطه خیلی وقتا کمکمون میکنه برای پیدا کردن سریع دمای تعادل. البته این رو هم بهتون بگم، زرنگی شما در ریاضی هم خیلی مهمه، اینکه محاسباتتون رو سریع انجام بدید، ضرب و تقسیماتتون رو دیگه سریع انجام بدید، نه 2 ساعت تحلل کنید برای یه ضرب و تقسیم ساده.
یه نکته خیلی خوب بچه‌ها تو این رابطه قشنگ میخوام بهتون بگم. اگر دو تا جسممون یکی باشن، یعنی یکسان باشن، مثلا آب و آب، آلومینیوم و آلومینیوم، چه اتفاقی میفته؟ بچه ها سی برای همه جمله ها مشترکه، یعنی من به عبارتی میتونم سی رو کلن از بالا و کلن از پایین ساده کنم و به یک رابطه جمع جورتر برسم که داخلش سی وجود نداره، یعنی بالا میمونه ام یک تتا یک به علاوه ام دو تتا دو به روی ام یک به علاوه ام دو. پس این حرفی که الان زدیم زمانی صدق میکنه که شما اجسامتون از یک جنس باشن، مثلا همشون آب باشن. جسم های مختلف دیگه جواب نمیده ها، باید از همین رابطه برید. عکس گرفتید، نوشتید این رابطه رو، خیالم راحت. بریم سراغ نمابرگ بعدی، گرماسنج و گرماسنجی. صفحه 101 کتابتون هست. بچه ها یکی از ابزارهای خیلی کارآمد توی بحث گرما همین گرماسنجی هست که ظاهرش شما دارید میبینید. بچه ها عمل کردش مثل فلاکس میمونه، یعنی مثل در واقع وسایلی میمونه که اتلاف گرما ندارد، یا مثل همون کلمن یا سرد نگه دارنده ها دیگه، درسته؟ خب پس بنابراین اگر ما بخوایم ساختمانش رو قشنگ ببینیم از داخل، بچه ها این شکلیه، یک دیواره عایق داره، کلن محفظه اون عایق بندیه که اتلاف گرما نداشته باشیم یا برعکس حتی ورود گرما به داخلش هم نداشته باشیم. درون اون حالا ما مایع یا آب مثلا میریزیم. یک درپوشی داره، یک همزنی داره که به فرض ما اون مایع رو کامل میایم چیکار میکنیم، هم میزنیم تا اون تعادل گرمایی خیلی بهتر و با کیفیت تر انجام بشه. یک جسم مجهول الهویه اینجا ما قرار میدیم که بالاخره میخوایم مثلا از طریق اندازه گیری های گرما بیایم چیکار کنیم، مثلا نوع اون رو پیدا بکنیم. خب و یک چیز دیگه که اینجا هست بچه، اون دماسنجی هست که دما رو ما بر اساس اون رصد میکنیم، یعنی به عبارتی خیلی راحت میتونیم دما رو اندازه گیری کنیم. پس خوب دقت کنید. اما بچه ها اگر ما یکی از جسم هامون گرماسنج بود اون موقع چه کار کنیم؟ باز هم میگم هیچی بر هم نخورده، میگیم مجموعه کیوها مساوی صفر، منتها اینجا مثلا آب جسم و گرماسنجه، چون همه گرما بین این اجسام بالاخره داره مبادله میشه دیگه، درسته؟ پس این رابطه رو ما داریم. اما بچه ها میگیم در گرماسنج به جای آن که جرم و گرمای ویژه آن مجزا بیان بشه، چرا؟ چون که گرماسنج اجزای مختلفی داشت، جنس واحد و مشخصی نداشت، یه قسمتش پلاستیکی بود، یه قسمتش فلزی بود، یه دماسنج توش بود، خیلی در واقع قسمت‌های مختلفی داشت. پس ما نمیتونیم یه جرم خاصی رو براش در نظر بگیریم یا مثلا یه ظرفیت گرمای ویژه خاصی رو براش در نظر بگیریم. به همین خاطر بچه‌ها ما میایم از سی بزرگ، یعنی ظرفیت گرمایی براش استفاده میکنیم. پس خوب دقت کنید، میگیم که در گرماسنج به جای آن که جرم و گرمای ویژه آن مجزا بیان بشه، ظرفیت گرمای آن را معمولا روی اون می نویسن و ارائه میدن، و ما توی مثلا آزمایشاتمون میگیم که ظرفیت گرمایی این گرماسنج این مقدار هستش، منظور اون سی بزرگ هست. و بچه‌ها دقت داشته باشید، نه جرم توش داره نه ظرفیت گرمای ویژه داره، یه سی بزرگ هست که هر دوی اینها رو درون خودش داره. پس بنابراین میام چیکار بکنیم؟ میگیم اون رابطه صفحه قبل رو اینجوری بازش میکنیم، ام آب سی آب ضرب در دلتا تتاش تو پرانتز، ام جسم ضرب در سی جسم بازم ضرب در دلتا تتاش. آها گرماسنج بچه یک سی بزرگ فقط براش مینویسیم، دیگه ام سی براش نمینویسیم، سی گرماسنج و در واقع پرانتز تتای منهای تتای اولیه گرماسنج مساوی صفر. دقت داشته باشید. حالا اگر بخوایم تتا رو از این رابطه حساب کنیم، از اون رابطه معروفی که خودمون گفتیم، چطور؟ میگیم بله تتای تعادل میشود یه خط کسری بزرگ ام یک سی یک تتا یک، ام دو سی دو تتا دو، سی گرماسنج ضرب در تتای گرماسنج، دقت کنید تتای اولیه‌ش ها، به روی چی بچه ها؟ ام یک سی یک، ام دو سی دو، دیگه برای گرماسنج گفتیم ام سی نداریم، یه سی بزرگ داریم، سی گرماسنج. پس از این صفحه بچه ها یک عکسی حتما بگیرید، توی کتاب و جزوه‌تون این رو هم حتما بنویسید که
کارآمد هستند. خب بریم نمابرگ بعدی. یک سوالی هست در صفحه 125 کتاب. دوستان اعلام کنن چقدر زمان داریم، اگر محبت کنن بسیار عالی. خب بچه ها فرصت داریم این سوال رو هم حل کنیم. سوال 13 صفحه 125 کتابتون، تمرین های آخر فصل هست. گرماسنجی به جرم 200 گرم از مس ساخته شده. چه جالب، جرمشو داده، ظرفیت گرمای ویژه‌ش هم داده. گفته یک قطعه 80 گرمی از یک ماده نامعلوم همراه با 50 گرم آب به درون گرماسنج رو می‌ریزیم. گفته اکنون دمای این مجموعه 30 درجه سانتیگراد شده. دقت کنید، در این هنگام 100 گرم آب 70 درجه سانتیگراد رو به گرماسنج اضافه می‌کنیم و دمای تعادل میشه چقدر؟ میشه 52 درجه. گفته گرمای ویژه قطعه را محاسبه کنید. بچه‌ها دمای اولیه همه اونا چقدر بود؟ 30 بود. دمای تعادل چقدره؟ 52. حواسا اینجا باشه. فقط اینجا ما یک مقدار آب اضافه کردیم که دمای اولیه‌اش 70 بوده. جمله ها رو خوب دقت کنید، پا به پای من بیایید. میگیم که ما چند تا کیو رو باید با هم دیگه جمع کنیم مساوی صفر قرار بدیم. M1C1 پرانتز برای دلتا تتاشون، M2C2 ضرب در دلتا تتا، M3C3 ضرب در دلتا تتا و M4C4، یعنی برای 4 تا جسم نوشتیم. خب یکی از اونها خود گرماسنج هستش، جرمش 200 گرمه. سوال چرا تبدیل واحد انجام ندادیم؟ بچه‌ها هیچ ایرادی نداره تبدیل واحد. در واقع الان ما اینجا نیازی نبوده بخوایم انجام بدیم. حالا متوجه میشیم که به چه خاطر این حرف رو دارم میزنم. خب بچه دقت داشته باشید، میگیم که 200 ضرب در 386 ضرب در چی بچه ها؟ ضرب در 52 منهای 30. دقت کنید چرا 52 منهای 30؟ چون دمای اولیه 52 بود، دمای نهایی و تعادل شده 30 مساویه 80 ضرب در 30. چون در واقع نامعلوم هستش، من نتونستم عدد جایگذاری کنم. ضرب در چی؟ 52 بازم منهای 30. دقت کنید خط پایینی دو تا جمله بعدی رو میخوام بنویسم. 50 گرم، بچه‌ها این همون آب هستش، دقت داشته باشید. گفته که 50 گرم آب هم داریم. دقت داشته باشید، 50 ضرب در 4200 ضرب در 52 منهای 30 به علاوه و در نهایت اون 100 گرم آبی که اضافه کردیم، 100 ضرب در 4200 ضرب در 52 منهای 70. دقت کنید که این 70 رو به چه خاطر نوشتیم. فکر کنم زمان دیگه نداریم، درسته؟ ایراد نداره. ما روی همین نمابک بچه‌ها متوقف میشیم. ان شاء الله جلسه بعدی در سال جدید در کنار شما هستیم، این سوال رو ادامه خواهیم داد. من کلاس رو شما واگذار می‌کنم.